سریال تو در خانه ام را بزن قسمت 35. ادو بعد از حرفاش با آیفر با بغض به دخترها زنگ میزنه و اول به اونها خبر خوش به ایتالیا رفتنش رو میده و بعد هم از اونها میخواد شب جمع بشن تا در مورد مسئله مهمی باهاشون حرف بزنه. سرکان حال خوبی نداره و فکرش مشغول هستش. آیدان که این رو میفهمه نگران او میشه و فورا به سلین زنگ میزنه تا پیش سرکان بیاد، شاید بتونه حالش رو خوب کنه. سیفی هم که طرفدار ادا هستش به او زنگ میزنه و به ادا میگه سرکان اصلا حال خوبی نداره. ادا نگران سرکان میشه و با اینکه مشغول جمع کردن چمدانش بوده خودش رو به خانه او میرسونه. سرکان از دیدن او جا میخوره. ادا بلند میشه تا برای او چای بابونه دم کنه. سلین قبل از رفتن پیش سرکان پیش آیدان میره و در مورد اینکه هنوز منتظر جواب سرکان هستش صحبت میکنه. آیدان میگه میدونی که سرکان چقدر مغروره و نمیتونه ازت بخواد که از فرید جدا بشی. من حتی فکر میکنم به خاطر همین مریض شده، چون حتی نتونسته اینو به خودش هم اعتراف کنه. میدونی که وقتی ناراحت میشه چطور مریض میشه. درست وقتی که سرکان میخواد موضوع مهمی رو به ادا بگه سلین سر میرسه. او میگه همه میدونن سرکان وقتی ناراحت میشه مریض میشه. ادا پوزخند میزنه و میگه به جز من، اون وقت داشتم یه مشکل روحی رو با بابونه حل میکردم. در حالی که حسابی دلخور میشه اونها رو تنها میذاره. سلین به محض نشستن پیش سرکان، سرکان به اون میگه فقط الان دلش میخواد که تنها باشه و بخوابه. سلین اونجا رو ترک میکنه. وقتی ملو به آیفر در مورد عاشق بودن سرکان و ادا میگه، آیفر با عصبانیت فریاد میزنه و میگه اونا عاشق هم نیستن، اینا همش یه بازی بوده و شما هم خبر داشتین و تمام مدت منو بازی دادین. ملو و فیفی از چیزی خبر ندارن و از حرفای آیفر جا میخورن. آیفر هم تمام حقیقت رو به اونها میگه. دخترها شوکه میشن. ادا بالای سر سرکان هستش و سعی میکنه تبش رو پایین بیاره. سرکان به او خیره شد و با لبخند میگه خیلی خوشگلی. لبخند ادا عمیق میشه و کمی بعد وقتی متوجه کلکسیون کتابهای 16 کوچولوی سرکان میشه، یکی از جلدهای اونها رو برمیداره و صفحه رو باز میکنه و اون رو برای سرکان میخونه. سرکان تمام مدت با لبخند به ادا خیره میشه. ساعتی بعد که سرکان به خواب رفته تبش بالا میره و کابوس بدی میبینه. ادا با نگرانی سعی میکنه تب او رو پایین بیاره. سرکان در عالم خواب دست او رو میگیره و با التماس از ادا میخواد جایی نره و او رو هم با خودش هر جا که میره ببره. ادا کنار سرکان دراز میکشه و او رو در آغوش میگیره. صبح که سرکان چشمش رو باز کرده چیزی از دیشب به خاطر نداره. وقتی ادا این رو متوجه میشه خیلی ناراحت میشه و خونه رو ترک میکنه. او پیش آیدان میره و به او میگه همه چیز تموم شده و دیگه هم دیگر رو نخواهند دید. و وقتی میخواد انگشتر سرکان رو به او پس بده، آیدان مانعش میشه و میگه پیشت بمونه، نمیخوام سرکان هر بار که چشمش به او میافته یاد تو بیفته. ادا با ناراحتی از اونجا میره. سریال تو در خانه ام را بزن قسمت 36. وقتی پرین متوجه میشه انگی میخواد از جران هم معذرت خواهی بکنه، پوزخند میزنه و میگه فقط اینو بهت بگم که جران با یه دسته گل قبولت نمیکنه. اگه بدونی کیفایی که برمیداره چند لیره خودت میفهمی چی میگم. انگی که با حرفای پرین کمی تعجب کرده در گوگل اسم جران رو سرچ میکنه و میفهمه جران در اصل وارث شرکت وکلا و خانوادهش از معروفترین خانواده های وکیل ترکیه هستن. او با ناراحتی و دلخوری به دیدن جران میره و میگه چه نیازی بود بهم دروغ بگی که اینجا فقط یک کارمند ساده جران. جران با ناراحتی میگه وقتی تو مدام در مورد دخترایی که خودشون با تلاش خودشون به جای رسیدن حرفی میزنی، نخواستم فکر کنی من به خاطر خانوادم و زیر سایه اونا یه دختر پولدار و لوسم. فقط همین. او معذرت خواهی میکنه. انگین با دلخوری میگه به خاطر این دروغش راه درازی رو برای بخشیده شدن داره. فرید پرونده ریزش ساختمان رو مقابل آلپتکین میذاره. آلپتکین با دیدن اون نگران میشه و از فرید میخواد که این موضوع رو به سرکان نگه. او تمام مدت ذهنش درگیر شده و آیدان وقتی متوجه آشفتگی او میشه دلیلش رو میپرسه. آلپتکین با نگرانی میگه وقتی شرکت تازه داشت به جاهای میرسید ما خیلی حریص شده بودیم. کارایی رو قبول کردیم که خارج از توانمون بود.
به خاطر کار زیادی که از پروژه‌های ساده رو به همکارم سپردم و به دلیل رعایت نکردن ایمنی دیوار کناری ریزش کرد و دو نفر زیر آوار اون کشته شدن. منم به خاطر اینکه به شرکت آسیبی نرسه این خبر رو از همتون پنهون کردم. آیدان از شنیدن حرفای آرتکین وحشت میکنه و نمیدونه باید چی بگه. وقتی ادا همه چیز رو به دخترها میگه ملو خیلی ناراحت میشه و میگه چرا فقط به جرن گفتی؟ میتونستی به ما هم بگی تو کمکت کنیم. ادا چندین بار از اونها معذرت خواهی میکنه و قول میده دیگه دروغ بینشون نباشه. ادا پیش سلی میره و میگه میخوام برم سر اصل مطلب سلی. و به سختی میگه سرکن تو رو دوست داره. سلی جا میخوره و میگه یکم معذب شدم ادا، آخه سرکن نامزد توه. ادا میگه ما نامزد نیستیم، همه چی بین ما یه بازی بود. من و سرکان روز نامزدی تو و فرید با هم آشنا شدیم و سرکان برای اینکه شما دوتا از هم جدا بشین با من این قرارداد رو بسته. تنها کاری که الان باید بکنی اینه که با سرکان صحبت کنی. سلین از شنیدن این حرف تعجب میکنه و نمیدونه چی بگه. ادا هم از جاش بلند میشه و با چشمان پر از اشک اونجا رو ترک میکنه. آرتکین به سرکان خبر میده که فرید الان جزء سهامداران بزرگ شرکت هستش. سرکان از شنیدن این حرف عصبانی میشه اما ذهنش درگیر ادا هستش و به خاطر همین چیز زیادی نمیگه. او به ادا زنگ میزنه تا برای آخرین بار همراه سیریوس با هم قدم بزنن اما ادا قبول نمیکنه. فرید از سلین میخواد لباس عروسش رو بپوشه تا عکاسی فرمالیته داشته باشن. سلین در فکر هستش و بدون اینکه کسی متوجهش بشه خانه رو ترک میکنه و از سرکان میخواد به رستورانی که میگه بیاد تا با هم صحبت کنن. سرکان قبول میکنه. ادا از عمش و دوستانش خداحافظی میکنه و سرکان هم از دور رفتن او رو تماشا میکنه اما تا قطع نمیاد رو تعقیبش میکنه. با سرعت زیاد جلوی راننده یه تاکسی میپیشه و از اون میخواد کنار بزنه. بالاخره راننده کنار میزنه و ادا که کلافه میشه میگه داری چی کار میکنی ها؟ چی از جونم میخوای؟ پروازمو از دست میدم. سرکان میگه ادا جایی نرو. ادا میگه چرا نرم؟ یه دلیل واسم بیار که بمونم، فقط یه دلیل. سرکان مدتی به چشمان او خیره میشه بعد میگه چون مثل دیوونه ها عاشق شدم و ادا رو میبوسه.